جنگ آرتتا اوزیل پایانی ندارد. میسی و رکورد 16 ساله. واکنش توخیل پس از باخت رکورد جدید آنسو فاتی. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مایکل آرتتا سرمربی آرسنال نام مسعود اوزیل را رسما از فهرست لیگ برتری آرسنال حذف نمود. میسی رکورد حضور در 16 فصل متوالی و گلزنی در لیگ قهرمانان را رقم زد. توماس توخیل سرمربی پاریس سن ژرمن در مورد شکست تلخ تیمش برابر منچستر یونایتد صحبت کرد. آنسو فاتی ستاره 7 ساله بارسلونا با گلزنی مقابل فرانسوا روش در اولین بازی بارسا در لیگ قهرمانان موفق به ثبت یک رکورد جدید شد. مایکل آرتتا فهرست تیم اصلی خود را در لیگ برتر معرفی کرد، اما در آن جای برای مسعود اوزیل بازیکن سابق ریال مادرید و سوکراتیس پاپاستوپولوس وجود ندارد. به نظر می رسد کار آرسنال و مسعود اوزیل پس از کنار گذاشته شدن از ترکیب 25 نفره مایکل آرتتا در لیگ برتر به پایان رسیده است. این بازیکن 32 ساله از زمان بازی در لیگ برتر مقابل وستهام در 7 مارس برای توپچی‌ها تا کنون هیچ بازی انجام نداده است، در حالی که در جریان همین ماه از لیست لیگ اروپایی آرسنال نیز کنار گذاشته شده بود. با بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، اوزیل که قراردادش در پایان فصل ختم می شود باید تا جنوری صبر کند و راهی برای خروج از باشگاه پیدا کند. اوزیل در این مدت 19 پاس گل داده و 28 فرصت بزرگ در 35 بازی لیگ برتر ایجاد کرده که پیشرفت‌های چشمگیر بازگشت‌های قبلی خود را بهبود بخشیده است. او از آن زمان نتوانسته این استانداردها را برآورده کند. در 2016-2017 و 2017-2018 به 9 پاس منجر شد و سپس 8 پاس گل داده است. شانس‌های بزرگ او در همین شرایط به 9 و سپس 13 کاهش یافت. فرم اوزیل تا دو فصل گذشته افت کرد. او در اوایل سال 2018 قرارداد جدید امضا کرد که طبق گزارشات هفته 350 هزار پوند ارزش دارد و از آن زمان فرم او به طرز چشمگیر افت کرده است. دو پاس منجر به گل در 24 بازی لیگ برتر در فصل 2018-2019 تنها دو بار در دوره گذشته دنبال شد، زمان کو 18 مسابقه را در لیگ برتر انجام داد. وای این ماه پس از پیشنهاد برای پرداخت هزینه حقوق توپچی ها برای حفظ قرارداد دیرینه در آرسنال خبرساز شد. گزارش شده بود که جریکوی که به مدت 27 سال با لباس معروف دایناسور سبز وظایف روز مسابقه و رویدادها را انجام میداد، به عنوان بخش از اقدامات کاهش هزینه های توپچی ها از کار برکنار شد. سوکراتیس پاپاستوپولوس که در این فصل تا کنون در ترکیب توپچی ها حضور نداشته نیز از ترکیب آرتتا کنار گذاشته شده است. آرسنال پیش از میزبانی لستر سیتی در لیگ برتر روز یکشنبه در لیگ اروپا به مساف رابیت وین می رود. میسی با ثمر رساندن یک گل از روی نقطه پنالتی در نیمه اول بازی بارسا در لیگ قهرمانان مقابل فرانسوا روش در سه‌شنبه رکورد 16 فصل پیاپی را با حداقل یک گل در لیگ قهرمانان به ثبت رساند. در هر فصل او در اولین بازی دور حذفی در لیگ قهرمانان گلزنی کرد. او اولین بار برابر پاناتینایکوس در نوامبر فصل 2005-2006 گل زد. این تنها گل او در طی آن فصل موفقانه اروپایی بود و سپس وی در 2006-2007 موفق به گلزنی شد. سپس تجربه آرژانتینی واقعا منفجر شد و حداقل 6 گل در لیگ قهرمانان اروپا در هر فصل بین 2007-2008 و 2018-2019 به ثمر رساند و در فصل 2011-2012 به بالاترین امتیاز 14 رسید. سال گذشته کمترین میزان تلاش وی از سال 2006-2007 بود، زیرا شماره ده فقط 3 بار گلزنی کرد. البته او یعنی در این فصل دیشب نیز گلزنی کرد. این گل همچنین به این معنی است که او اکنون در برابر 36 حریف مختلف در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرده که یک رکورد محسوب می شود. توماس توخیل سرمربی پاریس سن ژرمن پس از شکست 2-1 تیمش در لیگ قهرمانان برابر منچستر یونایتد از بازیکنانش در این تیم انتقاد کرد و عملکرد آنها در بازی دیشب را بدترین در دو سال حضورش در این باشگاه توصیف کرد. توخیل پس از باخت 2-1 به بین اسپورت گفت: در نیمه اول ما در زمین راحت نبودیم. این سطح ما نبود. نمیدانم چرا، اما فقط میتوانم بگویم که در حرکت توپ، مالکیت، ضد حمله و دوال ها بهتر بودیم. با اختلاف زیاد یکی از بدترین بازی ها، یکی از بدترین نیمه های اول ما بود. توخیل افزود: خبر خوب این بود که نمیتواند بدتر باشد. ما 1-0 عقب بودیم، در نیمه دوم بازی بهتر شدیم و ما مجبور بودیم قدم برداریم که کاملا واضح بود. ما سعی کردیم برخ تغییرات تاکتیکی را به دلیل مصونیت آدریسیو انجام دهیم. ما سعی کردیم یک پسر تهاجمی دیگر را برمغان بیاوریم. این یک خطر بود که در پایان نیز برای آن پرداخت کردیم. از ابتدا تا انتها احساس میشد که ما هرگز در بالاترین سطح خود نیستیم و واقعا در مسابقات در سطحی که باید میبودیم کاملا نبودیم. آنسو فاتی ستاره 17 ساله بارسا در جریان پیروزی 5-1 این تیم مقابل فرانسوا روش در اولین بازی بارسا در فصل جدید لیگ قهرمانان در دقیقه 42 گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا رکورد جدید به ثبت برسد. بعد از اینکه میسی در دقیقه 27 از روی نقطه پنالتی اولین گل بازی را به ثمر رساند، در اواخر نیمه اول نوبت به درخشش آنسو فاتی رسید.
با اینکه فاتی نتوانست سانتر فرانکی دیونگ را با یک ضربه والی به عیب و نقص به سمت دروازه شلیک کند، ولی همین ضربه او کافی بود تا دروازه فرانس بروش تسلیم شده و بازی 2-0 به سود بارسا ادامه پیدا کند. این دومین گل آنسو فاتی برای بارسا در لیگ قهرمانان بود و او را به اولین بازیکن زیر 18 سال تاریخ بارسا تبدیل کرد که برای این تیم در رقابت‌های اروپایی بیشتر از یک گل به ثمر می‌رساند. اولین گل فاتی در لیگ قهرمانان در فصل 2019-2020 این رقابت‌ها به ثمر رسیده بود. در آن سال در جریان پیروزی 2-1 بارسا مقابل انتر گل پیروزی بخش بلوگرانا توسط آنسو فاتی به ثمر رسید. فاتی که تابستان گذشته اولین بازی خود برای بارسا را انجام داد تا این لحظه رکورد‌های مختلف با نام خود ثبت کرده است. او تا این لحظه دومین بازیکن جوان تاریخ بارسا و دومین گلزن تاریخ لالیگا است و جوانترین بازیکن است که در لیگ قهرمانان برای بلوگرانا گل زده است. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. حالا نگهدار.